فوتبالیست ها قسمت 107. بگیرش شوتی که کاکی رو کرد درست شبیه همونه که سوبات دیروز زد. ببینیم این میتونه یه شوت چرخشی خامد باشه. آه خیلی پایینه، بدون تردید با شوت سوبا خیلی فرق داره، ولی سرعتش یک مستقیم به طرف دروازه هدف گیری شده. سرعتش زیاده. سوبا حرکت حریف رو حدس میزنه و سعی داره جلوش رو صرف کنه، ولی نمیتونه. توپ به تیرک دروازه میخوره و برمیگرده تو زمین. خیلی بد شد. دروازه‌بان موریزاتی موفق نشد جنب بخوره. سرعت توپ به قدر زیاد بود که در برخورد با تیرک دروازه پاره شد. اگرم موریزاتی میتونه حرکت بکنه، هرگز موفق نمیشد این ضربه رو بگیره. عالیه، عجب شوت قشنگی بود. آفرین به کاکرو، خیلی عالی بود. قشنگ زد. اسمار نظر مفسرین یکی از قوی ترین شوت هاییست که تا حالا زده شده. در اینجا یکی از مسئولین مسابقه توپ دیگری رو جهت ادامه مسابقه به داور تحویل میده. من که باورم نمیشه توپ ترکی. من نمیدونستم کاکرو هم میتونه یه همچین شوتی بزنه. از بچه ها سی سوبا مجروح شده. بچه ها خوب گوش کنید، هر کدوم از ما میتونه مثل سوبا بازی کنی. خودتون رو دست کم نگیرین. اینو هیچ وقت یادتون نره که بازم مثل همیشه شاهینه که برند نمیشه. پس اگه یکم بیشتر تلاش کنیم حتما موفق بشیم. با یه همچین ضربه تیم شاهین حتما کاکرو رو زیر نظر میگیره. با تمام این احوال باید به کاکرو پاس بدم. با شوت دروازه‌بان بازی مجدداً شروع شد. این دفعه تیم شاهین دست به هم بگیر گسترده زده. توب در دست یک که تازه تیر شاهین سوبا است. نمیزنم تکون بخوری. بارو بچه سوبا بارو جلو حواسه دارم. علا رغم شوتی که کاکی رو کرده، سوبا با شهامت پاسی حمله میکنه. اون مصمم هر طور شده خودش رو جلوی دروازه است. امکان نداره شکست بخورم کاکرو. سوبا رقبا رو پشت سر میذاره، به این زبان باز میده. هر سه بازی کنیم وسط رو میخواهیم در این مسابقه قهرمانی بازی بسیار جالبی رو ارائه دادن ایزافا، تاکی و کیزوکی. ما نباید تو این مسابقه بیش از حد به سوبا فشار وارد کنیم. باید سعیمونو بکنیم. حمله که سوبا کرده خیلی سالفه. باید دید چه نقشه ای داره. اون همیشه یه فکرهای دیگه ای داره. کاکرو خواهش میکنم عقب نرو. چرا؟ تو یه گلزنی کاکرو، لزومی نداره در خط دفاعی باشی. دروازه رو بسپار به ما، خودمون جلوشونو میگیریم. آخه بچه ها تیم شاهین هم نکرد، ولی توها محکم جلوش رو صف کرده. کیزاگی به هر قیمتی که شده باید یه گل بزنی. بچه ها مگه من میذارم؟ با این که بازی تازه شروع شده، روحیه و علاقه هر دو تیم به بازی کار غلاده است. هرچند توپ در دست تیم شاهینه، ولی نمیتونه شد. درسته که توها نمیتونه توپ رو صاحب بشه، ولی نمیذاره بچه هایی که به شاهین شروع کنه. کنار بذارین شوت کنن بچه ها. من خودم میتونم از اون فاصله بگیرم، نگران نباشین. چی گفتین؟ بچه های توها مخصوصا راهی برای عبور توپ باز کردن. نکنه میخواین گلگاهمون کنین. ایزابا با خشم زیادی آماده زدن توپه. ایزابا بذار من بزنم، میخوام روشا چم کنم. خیلی خوبی سیگا بزن. ایزابا خیلی برای دست کم گرفت. الان حالشو میگیرم. زمگان ایزابا شوت نکرد، خواست حریف رو گمراه کنه تا بتونن خط دفاع رو گسترده تر کنن. ایشیزاکی شوت بگیرش. واکاشیزوما، واکاشیزوما به هر ترتیبی که بود موفق شد توپ رو بگیره. واکاشیزوما واقعا گل رو با تش رو بگیره. حالا جمعیت به خاطر گرفتن این توپ تش رو بگیره. آفرین واکاشیزوما.
این مسابقه نهایی خیلی مهیج شده، چون با بازگشت کاکرو به مسابقه اخیر توهو خیلی سعی داره امکانات لازم برای پیش بردن اهداف کاکرو رو فراهم کنه. تا اینجا هیچ گلی رد و بدل نشده، ولی مسابقه بی نهایت گرم و پرهیجانه. بازیکنهای هر دو تیم مصمم هستن که برنده زمین رو ترک کنن. ما منتظریم ببینیم کدوم تیم موفق میشه، شاهین یا توهو. واکاشی زوما، دیگه دروازه رو به خودت سپردم. هر کاری خواستی بکن، چون میخوام با شوت مخصوصی که یاد گرفتم اولین گل رو بهشون بزنم. برین جلو بچه ها، معطل نکنید، بگیرید. حسابی ما حاضر کاکر رو باشیم بچه ها. باشه. برو جلو کاکر رو. توپ زیر پای تاکشیه که شاگرد کلاس اوله. سوبا مواظب تاکش. بین بازیکنان وسط مبارزه سختی در گرفته، درست مثل همون مبارزه ایه که ما کردیم. برای جلوگیری از شوت کاکرو باید جلوی حرکت تاکشی رو بگیریم که جزء بازیکنان خوب تیم توست. برو جلو سوبا، تا وقتی ما تو رو داریم غم نداریم. برو جلو، خودم از همینجا هواتو دارم. جلوی سوبا رو بگی تاکشی. حالا دیگه نوبت منه که با یه شوت حسابی قدرت خودم رو نشون بدم. من میرم جلو. تاکشی بدون توجه به جهت حمله، تاکشی تصمیم گرفته با سوبا درگیر بشه. جلو سوبا. ایزابا از پهلو جلوشو سخت کرد و توپو از آن خود. سوبا که تنها بازیکن وسط نیست. آفرین ایزابا، خیلی بد شد. تاکشی متوجه ایزابا نشد، چون حواسش فقط به سوبا بود. ایزابا خیلی خوب عمل کرد. هر تیمی که بازیکنای وسطش قوی تر باشن بهتر میتونن بازی رو اداره کنن. منظورم تیم شاهینه که تا حالا به خاطر بازی خوب بازیکنان وسط جلو افتاده. اولین گل خودمون میزنیم، اینو قول میدم. با توجه به بهبودی جراحات سوبا، تیم شاهین خیلی خوب بازی میکنه. مجدد سه نفری دست به کار شده و دارن جلو میرن. بچه ها میریم جلو. عالیه بچه ها، مطالش نکنین. کیسوگی و تاکی از طرف این دارن جلو میرن. ایزابا میخواد پاس بده، مطابق کدومشون به کیسوگی یا تاکی؟ مراقبشون باش، اطاعت میشه. اعضای تیم توپو فوری رفتن که مراقب رقبا باشن. ایزابا مکس میکنه. ایزابا من اینجام. سوبا. ایزابا از پشت سر به کاپیتان سوبا پاس میده. سوبا توپو گرفت. درسته که تا دروازه خیلی فاصله داره، ولی سوبا میتونه شوت کنه. ببینم چی کار میکنی سوسا. اینم یه شوت چرخشی. موفق شد که به موقع شوت کنه. باکش زوما، مواظب باش. توپ مستقیم به طرف دروازه تو ها میره. هر طور شده میگیرمش. این شوت چرخشی سوباس هاست، اولین باریه که باش روبرو میشم. واکاش زوما میپره که توپو بگیره. سرعت ضربش درست مثل سرعت شوت کاپیتان خودمونه. یه راست رو به طرف هم میاد. واکاش زوما خیلی به موقع واکنش نشون میده، ولی نمیتونه. عالیه، آفرین گل زدی. توپ مجددن سوراخ میشه. خیلی حیف شد. توپ به تیرک دروازه خورد و پاره شد. این نشون میده که قدرت ضربه معادل قدرت شوت کاکرو بوده. این دو کاپیتان امروز میخوان به هر نحوی شده برنده این مسابقه باشن و یه رقابت شدید و تنگ و تنگ با هم دارن. من موفق نشدم و میدونم یه همچین فرصتی کم تر پیش میاد. حتی واکاشی زوما هم نمیتونه بگیرتش. این شوت سنگین کاکر و ضربش زیاده. فکر نمی کنم هیچ دروازه‌بانی بتونه این ضربه ها رو بگیره. شوت چرخشی، اصلا انتظارشون نداشتم. ما
مستقیم جلو میره و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. کاکرو، خواهش میکنم دوباره این کارو بکن. ها؟ برای چی؟ لطفاً با هم تمرین کن تا بتونم در برابر شوتای سوبا مقاومت کنم. این تنها راهشه. ولی شوتای من حالت چرخش نداره. اینو فراموش کردی؟ برای قدرت و سرعتش یکی، حتی تو پای تو ضربش بیشتره. خواهش میکنم چند تا ضربه بزن. میخوام سعی کنم بگیرمش. اگه ضربه های تو رو بگیرم، ضربه های سوبا رو میتونم. خیلی خوب، باشه واکاشیزوما. اگه بتونم جلوی توپ کاکرو رو بگیرم، بدون شک شوت سوبا رو میتونم بگیرم. آماده ای واکاشیزوما؟ تو چت شده واکاشیزوما؟ یکی دیگه بزن. حتی واکاشیزوما هم نمیتونه جلوی شوت اونو بگیره. معلومه، برای اینکه سرعت و قدرتش خیلی زیاده. ها! حتی اگرم نتونم توپو بگیرم، میتونم با بدنم جلوی ضربشو بگیرم. بالاخره میگیرمش. با این شوت میتونم خودم رو امتحان کنم. این تمرین بدک نبود. نه کاکرو و نسوبا قادر به زدن گل نیستن، در حالی که 5 دقیقه از بازی گذشته تقریبا میشه گفت هر دو تیم مثل هم بازی کردن. ما رو بگو که فکر میکردیم با شوت ببری کاکرو برنده میشیم، غافل از اینکه سوبا هم شوت چرخشی میزنه که قدرت و سرعتش کمتر از اون نیست. آره، حتی با کاشیزوما هم نمیتونی جلوشو بگیره. بچه ها نگران نباشین، راهشو پیدا کردم و میتونم جلوشو بگیرم. حالا واکاشیزوما بدون هیچ اشکاری میتونه جلوی شوتای سوبا اوزارا رو بگیره. اینو بهتون قول میدم. این فقط حرف واکاشیزوما. انقدر ضعیف نباشین، طبق معمول بازی کنین، نترسین، مبارزه کنین. متوجه شدین بچه ها؟ راستی تاکشی، کلید موفقیت بازی در دست ماست که چطوری بازیکنای وسط رو کنترل کنیم، چون اگه نتونیم پاسی به کاپیتان بدیم از کجا میتونه شوت کنه؟ درسته. یلشه تا حالا واکاشیزوما ساکت بود، ولی حالا بچه ها رو هدایت میکنه. در مدتی که من نبودم تو کاپیتان تیم بودی. سایرینم که حاضر نیستن برای دفاع عقب برن. تاکشی هم میخواد با سوبا رو در رو مبارزه کنه. همه بدون اینکه من حضور داشته باشم برای خودشون یه بازیکن حسابی شدن. حالا دروازه‌بان توهو منتظر بچه‌ها جاگیری کنن و توپو پاس بده. همونطوری که مربی کیتازوما گفتن، من بدون اینکه حرفی بزنم مسئولیت تیم خودم رو رها کردم و حالا میفهمم اون چی میگفته. ولی حالا به خاطر احساس مسئولیت و به خاطر زحماتی که بچه‌ها در غیابم کشیدن، من باید جبران گذشته رو بکنم. زود باش واکاشیزوما. کاکرو داره به طرف وسط زمین میره. کسی نمیدونه اون چه قصدی داره. منظورش از این کار چیه؟ منم که باید گل اولو بزنم و این کارم میکنم. کاپیتان بگیرش. واکاشیزوما توپو به کاکرو پاس میده. خوبه. یعنی کاکرو میتونه این دفعه موفق باشه؟ کاکرو برات متاسفم چون ما اومدیم. تو اومدی که مراقب من باشی؟ اشکالی نداره ایشیزاکی، ولی اگه نتونستی جلومو بگیری زیاد ناراحت نشو. هر کسی نمیتونه جلوی منو بگیره. خیلی حرف میزنی کاکرو، برو دست کم گرفتی. اگه میخوای کلک بزنم بزن، انقدر تعارف نداره که. بچه ها بکشین آقا، وقتی نزدیک بشه میتونیم دفاع کنیم. ای کلک بکشین آقا. حالا یه کار دیگه میکنم. قبل از اینکه اونو تحت نظر بگیرم به جلو پاس میزنم. ظاهرن کسی اینجا نیست.
چرا؟ تاکشی هست، اون خودش رسول چون تغییر محل خیلی شهرت میخواد. این عملیاتو تو اخیراً بود کرده. تو خیلی کارای دیگه هم میتونه بکنه. کاکرو یه بازیکن وسط بی نظیره. به خاطر شوتی که میکنه حتی از وسط زمینم مراقبشه. به عبارت دیگه سایر بازیکنان آزادن، ولی اونو تحت نظر داره و نمیذارم تکون بخوره، چون اگر کوچکترین فرصت گیر بیاره کار خودشو میکنه. تو حمله میکنه، جلوی دروازه شاهین خالیه. مالیز اگه تو رو خودم آمده باش. تاکشی میخواد به این طرف شروع کنه، سوبا متوجه میشه و میره که جلوش رو سست کنه. سوبا تاکشی، درگیری تاکشی با سوبا واقعا دیدنیه. پاسی رو که از کاکر رو گرفتم به این مفتی رو از دست نمیدن. پاس میده. یکی دیگه از وسط خودت رو میرسه. آیه بالا سوری ماشین. کاش کاکر رو اینجا بوده بهش پاس میدادم، اون کارو تموم میکرد. سوری ماشین با شهامت خاصی شوت میکنه، ممکنه موفق به زدن اولین گل بشن. موریساکی با یه حمله ضرب توپو میگیره. آفرین موریساکی، کارت حرف نداشت. تاکازوکی توپو مهار میکنه، ولی کاکرو میره که ازش بگیره. ایزاف هم داره میره، ببینیم کی اول میرسه. ممکن نیست بذارم تو موفق بشی کاکرو یوگا. ولی من موفق میشم. کاکرو ظاهرن کوتاه میاد. چی شد؟ یه تک میکنن. کوی کی هست تیم توهو؟ او یه حرکت قشنگ توپو به سمت راست میفرسته. حالا کاکرو از جناح راست حمله میکنه، میخوان توپو بلند بفرستن. تاکشی و سوری باشی جلوی در کاکرو. کاپیتان معطل نکن. فقط کافی دروازه رو خوب ببینم، از هر کجا باشم شوت میکنم. هنوز تو خونه دست بزن. بکشین عقب بچه ها. و حالا شوت میکنه. این دومین شوت پرزر بشه. سرسام آور به طرف دروازه میره. دروازه من میره که توپو بگیره، ولی محفظه میشه و توپ وارد دروازه میشه و گل گل گل. آفرین پسر، عالی بود. کاکرو موفق به زدن اولین گل شد. میشه گفت واقعا حقش بود. چه شوتی، چه ضربه ای. آفرین کاکرو. برای زدن چنین ضربه ای آدم باید روی توپ خم بشه و پاشو طوری تاب بده و ضربه رو طوری بزنه که توپ درست در حد مماسه با زمین جلو بره. اگه در زدن چنین ضربه ای موفق هستی، علتش اینه که در مسابقه کنار دریا دوره ده. شوت ببری اسم کاملا مناسبی. عالی بود کاپیتان، زنده باد. عالی بود کاکرو. کاکرو بازی تیم تو واقعا عالی بود. در واقع میشه گفت کاکرو یوگا توجه همه رو در زمین به خودت جلب کرد. این یه بازی معمولی به حساب نمیاد، از هیجان خاصی برخورداره. تماشاچی ها یه پارچه دارن کاکرو رو تشویق میکنن. ادامه این داستان را در برنامه بعد خواهید دید. We'll be right back.
پایگاه اطلاع رسانی راسخون.